رادیو آزادی یک گزارش را از یک خانواده نشر کرده دوستان عزیزی گزارش را ببینید مطمئن هستم که همه تانی خانواده را مشناسیم خانواده ای که همه روزه از فقر و ناداری رنگ میبرد پنج عضو این خانواده معلولیت رسی دارند مادرشان پنج سال پیش به علت بیماری قلب درگذشته و پدرشان هم بیمار است حمیده امسر برادر اینان سالهاست که سرپرستی این معلولان را دوش دارد بله. خانواده ای که پنج معلول داره تصویرش شما دیدین و سرپرستی این خانواده را خانم برادرش حمیده و دوش داره تا این قسمت همتان کلپا دیدین و مفهومش شما گرفتین آل خانم حمیده چی در افشانی میکنه؟ بشنوین دیگه همون مو کار میکنیم که مو کرای خانه و چیزا رو میتیم برای خوردن هیچ اگه بود میخوریم اگه نبود دیگه صبر خدا که میشینیم گفت که میم کتت, کمک میکنیم دیگه فعلا درکشان نیست بله چند نکته در صحبت خانم امیده تعمل برانگیز است اولی که آنقدر ما مشکلات داریم که یک شب گویا گرسنه و یک شب سیر میخوابیم دوم دیگه ای که اما قدر داریم که کرای خانه میتیم و سومین که سبزی گفتن گزارشگر از بیاناتش معلوم میشد حتما گویا خانم حمیده برش گفته که روزانه از ست یک سبزی فروشی میکنه و بالاخره اون پول خرچ مصارف این خانواده میشه آله دقیقا تقریبا سه ماه قبل از امروز فامیل و خانواده خانم حمیده چند بار کمک دریافت کرده چند نکته که خیلی مهم است با شما دوستان عزیز شریک میکنم اولی که خانم امیده گفت که بر ما کمک نرسیده و بسیاری مردم آمدن مثلا گویا که ویدیوی ما را گرفته یا مردم آمدن گفتن که کمک میکنیم بعد رای خدا گرفت رفایی دقیقا چیزی است که در یکی صحبتاش با ما مصاحبه داشتیم مورد گفت که میان مردم تصویر میگیرن و بعد میرن که کمک نمیکنن معال اصل موضوع را دانیستم که قضیه در کجا است اگر شما بخوریم روز نداریم روز خیر ببینه که ما چند نفر کمک کت گفته که میکنم دیگه نه فهم فلمرداری میکنن میرن برتان کمک میکنیم خانم حمیده در عجده سرطان همین سال که گذشت عجده سرطان یک بسته مواد غذایی که شامل دو تا و برنج و لوبیا نخود چای آرد یک بسته که یک فامیل خانواده را کفایت میکنه تا یک ماه تسلیم شدن شما این تصویر و این ویدیو را نگاه کنین این تصویر را نگاه کنین دقیقا در تاریخ عجده سرطان امین سال این بسته را گرفت بعد از اون ما برش اوراق دادیم گفتیم که وکیل منطقه باید تایید کنه زامن فامیلی تایید کنه و که واقعا نیازمند است ما پرسپال کردیم از همسایه و در گفتن بله اینا مایوبین دارن و نیازمند هستن بعدش در تاریخ پنج اسد یعنی از اجده سرطان که شما حساب کنید تا پنج اسد تقریبا شانزه یا عبده روز میشه بعد از عبده روز مبلغ یک لک افغانی با که گفتن سه ماه یا چهار ماه از کرایه گفتن قرضار هستن خب خانه شانوان چنانی نبود فکر کنین که سه هزار یا چهار هزار افغانی از اون خانه میدادن یک لک افغانی به این مادر محترم ما دادیم در کنار از دوباره بسته مواد غذایی که و روغن و چای بوره و نخود و مسائل بود و همچنان پسته و بادام و نخود و خوراکام باش تسلیم کردیم شما تصویر من میبینید در جریان صحبت های ما آرد و روغن و بوره و نخود چای لوبیا بادام خوش داری پسته را ها ابلاغ یک لک افغانی است میتونن که لباس اینا بهترین لباس ها را خیلی داری کنند و همچنان اتام جای خوابشان کمپل هم توشک همه چیز منظم به اینا انشالله آماده کنه <applause> یعنی یک لک است <applause> یک لک تسلیم مادر بزرگوار شد ان شاء خاله جان به خیر استفاده کنین هم خودتان و هم به اینا مصرف کنین و دوباره تکرار میکنیم شما در هر ماه از این بابت ان سپانسر الله دارین بعد از تاریخ 5 اسد در اول سمبله یعنی 25 روز بعد دوباره این مواد دریافت کرد یعنی یک لک افغانی تاریخ 5 اسد گرفته بود چرا دوباره این مواد دریافت کرد؟ در اون کلپ ما بهش وعده کردیم که خودت اسپانسر دائمی شدی با بنیاد ما در ما بیا و مواد تا دریافت کن که این موادش بالغ بر 8.9 هزار افغانی میشه آرد و روغن و لنخوت و لوبیا و چار قویل موارد در مای میزان دیگه بسته مواد غذایی خود تسلیم کرد که شما تصاویرش شمی مینین. گرفت چند روز قبل از داخل شدن مای میزان این بسته مواد غذایی خود دوباره تسلیم شد آله این خانم که میگه ما یک شب گرسنه هستیم و یک شب سیر هستیم به ما کس کمک نمیکنه این چار پاین بار که تقریبا در ظرف سی ماه این خانم کمک دریافت کرده این چیست؟ آیا درون اون بسته هایی که ما بردیم در درون اون بوجی آرد آیا خاک پر کرده بودیم؟ آیا جای اون بسته البته قطعه های روغن آب پر کرده بودیم؟ اون یک لک افغانی که گرفتی و خیلی خوشحال شدی و بعد گفتی اگر یک سال و دو سال هم کس کمک نمیکنن که فایت میکنه بسنده است اون چی است؟ اون پول کاغذ است که ما بر تو دادیم؟ خب، علی کل حال چرا این موضوع را دوستان عزیز آمدم و با شما شریک کردم؟ اول این که یک سری از دوستا اعتماد میکنن، اعتبار میکنن بر ما و یک خانواده را کمک و میکنن. بعد ببینین این خانواده بدبخت فردا روز دوباره در یک صفحه دیگر ظاهر شده کمک میتلبه. آل در اینجا یا این خانواده دروغگوی است یا بنیاد دروغگوی است که های مردم را برش نمیرسانه. این یک. پیام دوم که از همه مهمتر است او که متاسفانه یک سری از مادرها یک سری از خواهرها یک سری از این همه قسم خانم برادر ظالم از چهره معصوم این میوبین سوء استفاده میکنه هر کس خواست کمک کنه به صفحه کامره میکشش و بعد میگه هیچ کس این بدبختار کمک نکرده فکر که یک لکون کمک دو لکون کمک سه لکون کمک چالک فلان نفر کمک این یک تجارت برا انداخته این کلپ این ویدیو سبب شوه که این خواهر توبه کنه و نادم شوه که دیگه من از چهره های معصوم این این مایوبین سوی استفاده نمیکنم این تعهد بکنه و الا اینکه اسپانسرشیپش هم لغو میکنیم تا نوز لغو نمیکنیم اسپانسرشیپش هست ما ازش میکنیم تا آخر عمرم حمایت میکنیم تا آخر عمر هم حمایت میکنیم با شرط این که بگویم ما دگه این معصومین چهرهش به کامره نمیارم دروغ نمیگم و عنوان یک کسی که اینا رو عاشق و این پیام دوم بود پیام سیمی که درس باشه با و کسایی که این چنین تجارت را انداختن درس باشه با او خواهر که با او مادر که فرزند خود با وجود که از مدرک دیگه برشون کمک میه ما متاسفانه دوستان عزیز دل ما خیلی درد کرده با دیدن این کلپ ای اولش نیست که شاید بگو استاد خب نادیده میگرفتی بعد هایشان عذر کردیم که مادر جان دختره که تروان نک صبح وقت بیرون میکنی شام به خانه میه نو بجه ده بجه برس در دستش هست کاکا رنگ کنم کاکا رنگ. در حال که مادر ما تعهدش را گرفتیم درست است فقیر است نیازمند است ولی بازم دختر خود روان کرده به کار چرا ده ها دانش بارها از پیشون دورق ورق را گرفتیم گفتیم که به مقدساتی که می پرستی مادر قسم بخو که دیگه دخترت مانی باز دختر خود روان کرده دختر 12 ساله 13 ساله خود روان کرده نه به درس میمانش نه به مکتب چی مادره؟ است این تعریف از شما از نیفهم از قسم یک انسان چی تعریف می آیا این تفلک این دختره که یافته این بچه که یافته بدها دانشه که اگر بخوایم خدای خواسته چار پنج سال میشه در این بنیاد کار کردیم الحمدلله شاید با گپ ما به شست افتاد هزار خانواده باشه که کمک کردیم یک سیریش واقعا که اسم مادری در وجودشان نیست اسم مادری در وجودشان نیست پاری جگر خود روان میکنن به کار مال ما من که سپانسرشیب خانواده داریم سی ست چار ست خانواده را دو تا یک برنامه ماست و بالاخره چل پینجان تا هم در دیگه برنامه ماست که این کمک میشه. این پیام دیگه بود پیام سیوام البته شما را اشتباه نکرده باشم پیام دیگه ای است که دوستان از ما بارها گفتیم که بیاین در کارهای بنیادین پروژه های بنیادین شما سرمایه گذاری کنین ولی بعضا دوستان میگه چرا شما شفاخانه جور نمیکنین چرا فابریکه جور عزیز من خواهر که کمک میکنه میگه با یک فامیل بته تازه میگه عکس هم به من روان کن یک سری دوستان میگه کریا کاری میکنین نمایش این دست بده که دست خبر نشه و یه تعلیقات عزیز ها از بر صورت زیاد شنیده خواهر میگه به این فلان بده به فلان مادر بده این به فلان خواهر بده به این فلان خواهر بده ما ناگزیر میشیم که در اونجا مصرفش کنیم از این خاطر از شما تقاضا میکنم دوستایی که میبینیم بیاین ما تمایل ما بیشتر از به کارهای بنیادین که الحمدلله ما نزدیک به 200 خانواده را ما در ما ماده غذایی میتیم اونا در بدلش حیاتی و بالاخره برادرای ما موبایل سازی و های دیگه سیات میگیرن این کارا ما داریم در نظر که انشالله 100 نفر دیگه به اضافه ولی یک سیر از خانواده رو که این چنینی کمک میکنیم خداوند اینا رو انصاف بته و بعد ببینین مسئله آخری که رادیو آزادی نشر کرده فقر و بدبختی گفته به حکومت ارتباط داره چه حکومت امارت اسلامی باشه چه حکومت جمهوریت هر حکومت یک سری از افراد خودشان نقطه ننگ استن. هیچ حکومت ارتباط نداره حال ما ماندیم این خانواده چی کارش کنیم سیلی که اگر پشه را از صورت دور کنی بزنی برای از چی میگم بدتر میشه وضعیت حال چی کار کنیم این خانواده را سپانسرشیب شه لغوه کنیم ما این کار را نمی کنیم دوباره از مادر بزرگوار می که این بار آخر باشه از تو و امثالت که از میوبت فرزندانتان میوبودنشان بودنشان سو استفاده این سو شکلشان سو استفاده که وضعیت های دیگه سو استفاده اگر تکرار کردین باز ما هم ملاحظه حال شما را نمی کنیم. ما ملاحظه حال شما را نمی کنیم. پس دوستان عزیز در قسمت اخیر رادیو صدای آزادی را ما خیلی ملامت نمی کنم باید دقت کنند در ارتباط به انتخاب خانواده که اینا مصاحبه می گیرن ولی ما به این ملامتشان نمیکنم که اون حافظهشان حافظه آفزی کمپیوتری که نیست که تمام برنامه را دیده باشن و بلاخره در حافظه سبرده باشن و بفهمه که این زن دروغ میگه این راست میگه و طبعا شاید گزارشگر رفته باشه گزارش اون فرد نوشته کرده باشه و بعد آمدن نشر کردن ولی دقت به خرج بتن در قسمت اخیر ما تقاضا دارم که در قسمت نشر و ویدیو این خانواده تجدید نظر کنن این ویدیو را صفحه حذف کنن یا خانواده مستحقتر دیگر پیدا کنن که گزارششون واقعا آم، 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 البته امی ارزش زحمات را که, را که این رسانه میکشه زیر سوال نر علی متعال ما را زبان راستگو گو عنایت بفرمایه و السلام علیکم و رحمت الله و